در دهه 1960 میلادی که نظریه‌های مبتنی بر ناخودآگاه یونگ نجویده و هضم نشده، نصف نیمه، خوانده نشده و فهم نشده به سرعت و بی‌دقت از نقل قول‌های خبرنگارهای بی‌سواد و نویسنده‌های کم‌خوان و پرنویس به بچه‌ها منتقل می‌شد، انتخاب اتفاقی اسم دو هنرمند بلوز آمریکایی برای یک گروه تازه تأسیس انگلیسی هم کار مد روزی بود و هم در مقایسه با آنها که اسم‌های گروهشان را از مفاهیم پرمعنی اسطوره‌ای باز هم مدروس شده از بررسی‌های یونگ در می‌آوردند کار جالبی. در دهه 1960 بچه‌های انگلیس که در کودکی اگر خود هر شب بمباران شدن لندن به حجمی برابر با تمام موشک‌های منفجر شده در ایران در جنگ تحمیلی را به یاد نداشتند، با آدم‌هایی که آن آسیب‌های حسی اضطراب و اضطرار و خشم و درماندگی و عصبیت و عصبانیت و انزوا را زندگی کرده بودند بزرگ می‌شدند. یک بار تمام حال بد این آدم ها بود و غرور جریحه دار شدنشان که تمدنی که اعتقاد داشته بودند بزرگترین تمدن تاریخ بشر است به بزرگترین کشتار و ویرانی تاریخ بشر انجامیده و سوی دیگر عرف و عادت ها و نظامات اجتماعی قبل از جنگ به رغم این همه تغییرات آدم های دست نخورده مانده بود. قبل از دهه 1960 حتی در آمریکا هم هنوز به رغم تغییرات سریعی که مختص جامعه های جوان است، راک اند رول در دسترس نبود. در انگلیس به دلیل دولتی بودن رادیو تلویزیون، اوضاع برای بچه‌هایی که می‌خواستند از موسیقی فاخر یا اصیل سنتی انگلیس به هوای تازه راک پناه ببرند، سخت‌تر بود. فقط رادیوی آمریکایی لوکسامبورگ که برای سربازان آمریکایی مقیم اروپا کار پخش می‌کرد، پنجره گشوده‌ای به موسیقی روز بود و بچه‌ها در این جزیره مجبور بودند با هر بار شنیدن آهنگ آن را از بر کنند، چرا که نزدیک به محال بود باز آن را بشنوند. در دهه 1960 که هنوز جنبش حقوق مدنی آمریکا راه نیفتاده بود، سیاه آمریکایی در اقلیم فرهنگ جا نیفتاده بود. به چشم بچه آمریکایی ها سیاه پوست ساز به دست مطرب بود یا دزد و قاچاقچی و گدا یا معتاد. لحن و لهجه و حال و هوای ساز زدن یا آواز خواندنش در تناسب عام بود با همین ویژگی های او به وقت حرف زدنش. برای بچه‌های آمریکا ملودی‌ها و آهنگ‌ها و صداهای بلوز و سول و گاسپل و بعداً فانک و قبلاً جاز در چارچوب‌های این سبک‌ها معنی داشت. در قاب‌ها و قالب‌های مرتبط با فرهنگی که از آن برمی‌آمد معنی می‌داد. در انگلیس بچه‌ها با صداهایی روبرو بودند که از پشت و پس آنها خبری نداشتند. این صداها برای آن آدم‌ها تنها مسیر برقراری ربط بود به دنیا. در دهه 1960 پینک فلوید با این همه تأثیر نوع تازه داغ برشته شروع کرد و با تأثیر خانواده بسیار قلندر معاب سید برت که در تضاد مطلق با اون فضای سرد و نمور جزیره و فرهنگ جزیره پسرشان را تشویق می‌کردند هر چیزی را امتحان کند، سید برت متأسفانه به قدری همه چیز را امتحان کرد که یک روز اعضای گروه دیدند حوصله ندارند او را سر اجرا ببرند. اما تأثیر او تا آلبوم پهنه تاریک ماه باقی ماند و پینک فلوید همه چیز را امتحان کرد و به گوش مخاطبانش رساند. حالا اواسط دهه 70 بود و مشکل هنرمند راک برای پینک فلوید به بلوغ رسید. ستاره راک در شروع به کار گشنه است برای شهرت و موفقیت و حریص است برای فکرها و حسهای جدید، چه در گرفتن اینها و چه در پس دادنشان. در زمان موفقیت اما او آدم دیگری شده است که به ازای کسب تجربه، به ازای شعور، شور و حس و حالش کم شده یا از دست رفته. در گروه‌های بی استعداد این مشکل به اسم موزل آلبوم دوم شناخته شده. در افراد و گروه‌های بهتر این مشکل خودش را دیرتر نشان می‌دهد و هر هنرمندی راهی برای حل آن انتخاب می‌کند. یک فرد گروه اعضایی ایستادند که به حکم بالا رفتن سنهایشان و نیازشان به آرامش، همانطور که در آلبوم‌های انفرادیشون نشون دادن، موسیقی‌های آرام‌تری را جستجو می‌کردند. آن طرف راجر واترز بود که انتخاب کرده بود برند عصبیت و عصبانیتش و جیغ و دادهایش و غرغرها و نقنقهایش را ادامه بدهد. تنش درونی گروه با وسواس‌های آنها در معرفی موفقیت‌آمیز کیفیت ضبط برتر تشدید می‌شد. بلوز گرم و صمیمی و ساده‌ای که در گذر زمان پیش می‌رفت، با میل واترز به تبدیل موسیقی به حامل یا محمل یا حمال ایده‌ها نمی‌خواست. فروپاشی پینک فلوید خیلی قبل‌تر از اعلام آن آغاز شد و گرمای پینک فلوید بدون واترز باز این نظریه پسادهه 60 را قوت بخشید که هنر نباید تعهدی به بیرون، به یک فکر یا ایدئولوژی داشته باشد.